ببینید بین مردم و بازار که شما نگاه میکنید، خب واضح هست دوباره سرخورده شدن، واضح هست بازار دوباره داره سیگنال منفی میفرسته. منتها در محافل سیاسی من فکر میکنم اغلب میدونستن چه اتفاقی میفته. آقای باقری برادر داماد آقای خامنه ایست، نزدیک به آقای مهدوی کنی که فوت کرد. به قول این آیت الله علم الهدا امام جمعه تندروی مشهد، یه جوان مؤمن نماز شب خونه، این تخصصش همین در واقع نماز شب خوندن هست اگر تازه بخونه. این تکرار تاریخ آقای باقری در زمان مدیریت سعید جلیلی هم از مسئولان پرونده اتمی ایران بود. سالها همینجوری پرونده اتمی ایران رو قفل کردن. 7 قطعنامه علیه ایران صادر شد در شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل متحد که 6 قطعنامه‌اش اجرایی بود، حاوی تحریم بود. موقعی که دولت آقای روحانی اومد، همین آقای باقری در چند دانشگاه سخنرانی کرد و به صراحت گفت که ما اساساً نمی‌خواستیم تفاهم بکنیم، ما دنبال خریدن زمان بودیم که ایران در خاورمیانه بتونه قوی‌تر بشه. خود آقای سعید جلیلی هم در اون جلسه معروف به کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از برجام که مخالف برجام بود آقای جلیلی، همین ادعاها رو کرد، گفتن ما اومدیم نظام رو تثبیت کردیم و اینجور بازی ها. سیاست تیم آقای باقری و کسانی که تیم مذاکرات حل میکنن اساسا مذاکره نیست، اساسا معتقد به مذاکره نیستن، اساسا توهم دارن در مورد قدرت جمهوری اسلامی ایران و بازیگران بین المللی. منافع اقتصادیشون هم در تفاهم نیست، منافع اقتصادیشون در دور زدن تحریم هست، در تنش با دنیا هست، در بمب گذاری هست، در پول دادن به حزب الله لبنان و شیخ زکزاکی و حوثی‌های یمن و از این جور چیزها هست. برام فکر میکنم محافل تا حد زیادی میدونستان. آقای باقری البته و حکومت ایران البته آخرش مجبور خواهد شد مذاکرات رو بپذیره، آخرش تن خواهد داد، به شما تضمین میدم بالاخره یه روزی مجبور خواهد شد تسلیم بشه. همچنین که آقای خامنه‌ای هم سال 90 به رغم همون ادعاش پشت پرده توافق کرد، اجازه داد علی اکبر صالحی بره با آمریکایی ها مذاکره کنه. منتها کی نمیدونم، احتمالا زمانی که جامعه ایران بیشتر از این فقیرتر بشه، مردم بیشتر هزینه بدن و آقایان مثلا به این نتیجه برسن دیگه هیچ آلترناتیو یا گزینه‌ای ندارن. ببینید، شما هم در خاطرات دیپلمات‌های نسل اول پرونده اتمی ایران در دهه 80 در اواخر دولت خاتمی، هم در خاطرات اونها می‌خونید، هم در شبیه شد در خاطرات کمال خرازی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران. حدود 17-18 سال پیش موقعی که پرونده اتمی ایران تازه شروع شده بود، مذاکرات به نام مذاکرات سعدآباد در تهران شروع شد. اون موقع گروه 5 به اضافه 1 نبود، ترویکای اروپایی اومدن تهران و وزرای خارجه بریتانیا، انگلیس و فرانسه. در اون دیدار آقای لاوروف همچنان وزیر خارجه روسیه بود، اون زمان به تیم ایرانی گفتش که اگر همه دنیا بره در یک کشتی و ایران بخواد توی کشتی توی قایق بشینه، ما نمیایم توی قایق ایران. و در همون مذاکرات هم این جمله رو زمان آقای پوتین هم به ایران گفته بود. و در همون مذاکرات دوباره طرف روسی خیلی روشن میگه که دغدغه روسیه درباره اتمی شدن ایران و دسترسی به سلاح اتمی کمتر از آمریکا نیست، چه بسا بیشتر هم هست. ببینید، از همون زمان تا الان روسیه بازی خودشو داشته. این یک تحلیل نیست. وزیر خارجه سابق ایران جواد ظریف در اون فایل صوتی به صراحت میگه اصلا تمام تحولاتی که شما دیدید، حمله به سفارت عربستان، نمیدونم حمله به قایق‌های آمریکایی، همه اینها میگه بازیگری کرملین بود و سپاه قدس بعد از سفر قاسم سلیمانی به مسکو این بلا رو سر ایران آورد که برجامو به هم بزنه. سیاست روسیه این هست که آمریکا به ایران حمله نکنه، من با این موافقم، اما در هر حال با تمام توانش مانع نزدیکی ایران و غرب خواهد شد. سیاست روسیه گروگان گرفتن ایران دست روحانیون هست. یک ایران ضعیف تحت فشار که نزدیک هست به گروه‌های مقاومت یا گروه‌های تروریستی، اون موقع میتونه ابزار بسیار خوبی برای روسیه باشه، همچنان که در سوریه ما شدیم نیروی زمینی ولادیمیر پوتین. گره مذاکرات وابسته بودن بخش از روحانیون و فرماندهان سپاه به روسیه، در این حال فاسد بودن حکومت و منفعت بردن سپاه و برخی از روحانیون از جنگ، تحریم و بدبختی مردم ایرانه.